درود بر شما مخاطبین عزیز. مرگ خاموش. قاضی حداد به روایت آنها که آن طرف میز محاکمه ایستادند، یکی از پرصداترین قضات پرونده‌های سیاسی دهه‌های 70 و 80 شمسی بی سر و صدا از دنیا رفت. خبر درگذشت حسن زاره دهنوی معروف به قاضی حداد بر اثر کرونا روز چهارشنبه 7 آبان از سوی یکی از روزنامه‌نگاران در توییتر منتشر شد که واکنش بسیاری از فعالان حوزه زنان، دانشجویان و افرادی که پای میز محاکمه ایستاده بودند را به همراه داشت. ایران وایر در این گزارش با چند نفر از افرادی که توسط قاضی حداد محاکمه شدند گفتگو کرده است. حسن زاره دهنوی معروف به حداد توسط اسدالله لاجوردی رئیس وقت زندان اوین و دادستان تهران در سالهای ابتدایی انقلاب وارد دستگاه قضایی شد و به سمت دادیاری زندان اوین رسید. ایرج مستاقی زندانی سیاسی محبوس در اوین در دهه 60 درباره قاضی حداد نوشته است: برای اثبات ارادت خود به نظام در جوخه‌های مرگ شرکت می‌کرد و شخصاً سینه قربانیان را هدف رگبار مسلسل قرار می‌داد. گفته می‌شود تخلفات مالی و اخلاقی فراوان حداد در نهایت در سال 1367 به کنار گذاشتن او از دستگاه قضا منجر شد. مستاقی در یادداشتی نقل کرده است که محمدعلی سهلک، یکی از تیرخلاص‌زن‌های زندان اوین در دهه 60 که در میانه این دوران به جرم اخاذی و گرفتن حق حساب از خانواده‌های زندانیان سیاسی بازداشت شد، یک بار کارنامه قاضی حداد در همین سالها را به رخ کشیده بود. اگر راست میگویند چرا حداد و اطرافیانش را دستگیر نمی‌کنند؟ میلیون پول می‌گیرند و کسی به کسی نیست. سلول‌های آسایشگاه اوین و 209 را هم تبدیل به مرکز لهو و لعب کردند. اما حسن حداد پس از برکناری از مقامش بر مسند ریاست بنگاه ثروتمند ستاد اجرایی فرمان امام نشست. فساد اقتصادی او در این ستاد به عزل وی از ریاست این بنگاه اقتصادی نیز منجر شد. اما حداد در دوره ریاست محمد یزدی بر قوه قضاییه دوباره به دستگاه قضایی بازگشت و این بار بر کرسی قضاوت شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران نشست. او پرونده برخی متهمان کنفرانس برلین از جمله اکبر گنجی، عزت الله سحابی، فعال ملی مذهبی، همچنین فعالان دانشجویی، دفتر تحکیم وحدت، پرونده امیر فرشاد ابراهیمی و بسیاری از روزنامه‌نگاران را قضاوت کرد. قاضی حداد از طراحان اردوگاه کهریزک برای نگهداری کسانی که اراذل اوباش نامیده شده‌اند بود. در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات 10مین دوره ریاست جمهوری در سال 1388 حداد دستور انتقال بازداشت شده‌ها به این اردوگاه را صادر کرد. به دنبال کشته شدن تعدادی از معترضان این سال در زندان کهریزک از جمله محسن روح‌الامینی، فرزند یکی از مقامات سابق سپاه پاسداران، قاضی حداد به همراه سعید مرتضوی و ولیاکبر حیدریفر به انفصال از خدمات قضایی محکوم شد. شیوا نظرهاری فعال حقوق بشر پس از انتشار خبر درگذشت قاضی حداد در توییتر نوشت: اولین بار توی دادگاه توی چشمای 18 ساله‌ام خندید و به خاطر همراه داشتن 4 شمع مرا 200,000 تومان جریمه کرد که خانواده‌ام با سختی دادند. دومین بار من 20 ساله را دوباره محاکمه کرد که 1 سال حبس تعلیقی داد تا 5 سال بالای سرم معلق بماند. یکی از فعالان دانشجوی دهه 80 شمسی که حسن حداد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران قضاوت پرونده او را بر عهده داشت، شخصیت حداد را برخلاف دیگر قضات دادگاه‌های امنیتی پیچیده و به ظاهر آرام توصیف می‌کند و به ایران وایر می‌گوید: حسن حداد قاضی پرونده و حیدریفر بازپرس پرونده من بودند. در طول روزها بازداشت انفرادی من انواع شکنجه‌های جسمی و روانی را تحمل کردم. برخی از این شکنجه‌ها هم در حضور بازپرس حیدریفر انجام می‌شدند. حداد ولی در مقایسه با دیگر قضات امنیتی که برخوردهای خشنی دارند، برخوردهای پیچیده‌ای داشت. مدام تلاش می‌کرد با من ارتباط دوستانه برقرار کند. من 2-3 بار چه در طول بازداشت و چه بعد از آن برای پیگیری پرونده با او برخورد داشتم. یک بار حتی یادم هست از من حلالیت طلبید. گفت اگر فشاری به شما آمده این وظیفه ماست و خیلی از این رفتارها هم خارج از کنترل بنده است. میگفت من خودم هم به این شیوه برخوردها انتقاد دارم که البته طبعا من باور نمی‌کردم. این رفتارهای دوستانه حداد بعد از اتفاقات بازداشتگاه کهریزک و حتی برکناری او از قضاوت اتفاق افتاده بود. این فعال دانشجوی سابق که نخواست نامش منتشر شود، از تقسیم کار میان قاضی حداد و بازپرس حیدریفر در شعبه 26 دادگاه انقلاب در این پرونده میگوید: برداشت من این بود که حداد بیشتر مجری تمام و کمال دستورات نهادهای امنیتی در پرونده‌سازی و بازداشت فعالان بود و در جزئیات شکنجه متهمان دخالت نمی‌کرد. دستور شکنجه بیشتر از سوی حیدریفر صادر می‌شد. او در مورد یک از تجربه‌های شکنجه جسمی خود می‌گوید: یکی از شکنجه‌های جسمی این بود که برای اعتراف به اتهام دروغین ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، بازجو بارها با نوک کفش خودش به ساق پای من ضربه می‌زد. آنقدر می‌زد که خون جاری شود. شب با همان پای خونین و با همان شلوار چسبیده به زخم می‌خوابیدم و باز فردا همان ضربات را به همان نقطه پای من می‌زد. یا مثلا بازجوی روی من اسم یک حیوان گذاشته بود و میگفت از این به بعد با این استدایت میکنیم. یک بار که با اسم این حیوان مرا صدا زد و من جواب ندادم، دهها بار به همان نام مرا صدا زد و هر بار که من جواب نمیدادم به صورتم سیلی میزد. کیانوش سنجلی، روزنامه‌نگار و بلاگ نویسی که بارها در دوران موسوم به اصلاحات بازداشت شد و به زندان افتاد، سالها قبل در نامه سرگشاده به قاضی حسن حداد خاطرات شکنجه جسمی و روانی خود را که با اطلاع حداد رخ میداد منتشر کرد. اگر خاطر مبارکتان باشد، سید مجید رئیس دفترتان در شعبه 26 دادگاه انقلاب جلوی چشم وکیل و خانواده متهمان به صورت آنها سیلی میزد و رکیک‌ترین ناسزاها را بارشان میکرد. یادتان رفته است؟ یادتان رفته است که در سال 1380 به همراه سید مجید آمده بودید به بازداشتگاه 59 سپاه و گروهی از زندانی‌های مرتبط با ائتلاف ملی مذهبی‌ها را ملاقات کردید و من را هم، و آقای سید مجید در حیاط بازداشتگاه در حضور شما سیلی محکمی به صورتم زد و یادتان هست او چه ناسزایی بارم کرد؟ یادتان هست در سال 1380 برای اینکه بیشتر تحقیرم کنید دستور دادید از زیر زمین دادگاه‌ها موهای سرم را از ته بتراشند؟ یادتان هست که در اتاق شعبه 26 دادگاه انقلاب آقای سید مجید در حضور شما و در حضور مادر یکی از بازداشت شدگان تجمع سالگرد 18 تیر ماه 78 به نام بابک به دست آن جوان قاشقی داد تا برود تا والد و مدفوعش را ببلعد تا شما راضی شوید و او را به زندان باز نگردانید. علی افشاری، فعال دانشجویی و عضو دفتر تحکیم وحدت در دهه 70 شمسی، برای نزدیک یک سال در زندان اوین و بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران در پرونده براندازی خاموش با دستور قاضی حداد بازداشت بود. بازداشت او با دستگیری تعداد زیادی از فعالان ملی مذهبی و سخنرانان کنفرانس برلین از سوی تیم اطلاعات موازی در سپاه پاسداران و نیروی انتظامی همزمان شده بود. علی افشاری در مورد قاضی حداد به ایران وایر میگوید: حداد مصداق بارز عدم استقلال دستگاه قضایی در برابر نهادهای امنیتی بود. آن زمان نهادهای اطلاعات موازی در حال برنامه‌ریزی یک شبه کودتا علیه دولت محمد خاتمی بودند و برای همین به بازداشت گسترده منتقدان و مخالفان روی آوردند. قاضی حداد ویترین قضایی همان تیم اطلاعات موازی بود که بیشتر مجری دستورات حسین طائب، اخراجی‌های وزارت اطلاعات و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی بود. قاضی حداد به علی افشاری گفته بود پیش از انقلاب از طرفداران حبیب الله پیمان فعال ملی مذهبی بوده و بعد از آن که به گفته خودش به افکار التقاطی این نیروها پی برده از آنها فاصله گرفته است. یکی دیگر از ابعاد پرونده قاضی حسن حداد مفاسد اقتصادی او بود. علی افشاری به یاد می‌آورد در جریان دادگاهی که بعد از نزدیک به یک سال بازداشت انفرادی او در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شد، سید مجید رئیس دفتر قاضی حداد درست وسط دفاعیات او به داخل اتاق می‌آمد و از بالا و پایین رفتن قیمت مسکن، خودرو و طلا می‌گفت. رضا علیجانی، یکی دیگر از فعالان ملی مذهبی که تقریباً همزمان با علی افشاری عضو سابق دفتر تحکیم وحدت با حکم قاضی حداد بازداشت شد، در گفتگو با ایران وایر از فروپاشی روانی حداد دقیقاً بر سر همان پرونده‌سازی می‌گوید. آن زمان نهادهای اطلاعات موازی که تازه به کار گماردن قضات دستنشانده را در دادگاه‌های انقلاب آغاز کرده بودند، معمولاً کسانی را برای این سمت انتخاب می‌کردند که یک سری نقاط ضعف شخصی مثل مسائل اخلاقی، مالی و یا سیاسی در پرونده خود داشتند. در مورد حداد هم گفته می‌شد که همه این نقاط ضعف را داشت و از او یک شخصیت کاملاً مطیع نهادهای امنیتی ساخته بود. حتی بارها بازجوها می‌گفتند که قاضی هیچ کار است و وقتی ما این را به حداد می‌گفتیم مطلقاً واکنشی نشان نمی‌داد. پرونده بازداشت ملی مذهبی‌ها به گفته رضا علیجانی در آن زمان به پرونده‌ای بین‌المللی تبدیل شده بود و اخبار خیلی زیادی در رسانه‌ها در مورد این پرونده منتشر می‌شد. اخباری که قاضی حداد را عصبی و حتی او را از نظر روانی تحت تاثیر قرار داده بود. یک بار یکی از اعضای خانواده‌های فعالان ملی مذهبی به دفتر او رفت که به محض ورود قاضی حداد فریاد زد که ما را بیچاره کردید. هر روز جنجال و خبر در مورد شما منتشر می‌شود. همین فشار روانی ناشی از پرونده‌سازی به گفته رضا علیجانی قاضی حداد را کم کم از قضاوت پرونده‌های امنیتی کنار زد و او را به شخصیت حاشیه‌های سال‌های بعد تبدیل کرد. مهدی گرجو، فعال دانشجویی، نیز یکی از افرادی بود که پرونده‌اش توسط قاضی حداد بررسی شده است. او هم در یک رشته توییت احساس خود را از شنیدن خبر درگذشت این قاضی بدنام شرح داده است. حالا که قاضی حداد مرده، نمیدونم خوشحالم یا ناراحت. اینم مرد بدون محاکمه، تو همون اتاق‌های کوچیک که ما رو محکوم کرد. سال 87 که در تحسن دانشجویی بازداشت شدم، در حالی که اعتصاب غذا بودم، من و چند نفر از دیگر دانشجوهای بازداشتی را بردن دادگاه انقلاب. حداد عصبی بود و داد میزد. آنقدر عصبانی بود و فحاشی کرد که صبحانی بازپرس پرونده آرامش کرد. یک روز صلواتی و پیرعباس و مقیسه هم میمیرن، ولی ای کاش قبلش محاکمه شوند تا معلوم بشه چه حکم‌هایی صادر کردند و چه زندگی‌هایی را نابود کردند. دوستان شنونده، به پایان این بخش رسیدیم. سپاس از همراهی شما.